خط خبرها. حمله مرگبار طالبان بر ساختمان امنیت ملی سمنگان. دست کم 10 تن کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند، به شمول کودکان و بانوان. متاسفانه که 11 نفر شهید داریم، کارمندی امنیت ملی که یک تنشان خانوم هستند و 10 تنشان آقایان. تکمیل شدن مرحله نخست خروج سربازان آمریکایی از افغانستان. شمار نظامیان آمریکایی به 8000 رسید، اما از سال خبر نیست. دولت افغانستان آماده است، جامعه جهانی انتظار داره ای که طالبان از خشونت دست بکشند و وارد گفتگوها با دولت افغانستان شد. نگرانی وزارت صحت از تکرار یک اشتباه. ممکن عید قربان موج دوم کرونا را رقم بزند. عید قربان ما در راه داریم، باید در عید قربان این اشتباه را دوباره تکرار نکنیم. گریز نهادهای دولتی از دادن اطلاعات به خبرنگاران. نی میگوید دولت پنهان کار است. وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان بحرانی است. و کاسته نشدن از سرعت شیوع کرونا در سطح جهان. شمار مبتلایان به 13 میلیون نفر رسید. درود و مهمترین های خبر از یک با من نسرین جوینی. خوش آمدید. مشروع خبرها. در حمله گروهی طالبان مسلح بر ساختمان ریاست امنیت ملی سمنگان دست کم 10 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. والی سمنگان میگوید در میان جان باختگان و زخمیان این رویداد کودکان، بانوان و کارمندان شهرداری ایبک نیز شاملند. مهاجمان پس از حدود 5 ساعت درگیری توسط نیروهای امنیت ملی از پا درآمدند. آنچه از حمله انتحاری بر ساختمان اداری ریاست امنیت ملی سمنگان در شهر ایبک به جا مانده است. مهاجمان 4 تن بودند. یکی از آنان نخست موتر بم گذاری شده را در در ورودی محوطه این ساختمان منفجر می سازد. راه برای 3 مهاجم دیگر باز می شود تا داخل ساختمان شود. اکثر قربانیان کسانی‌اند که دوروبر این محل غافلگیر شدند، بیشتر باشندگان عادی شهر ایبک. اندک بعد بیمارستان‌های شهر پر از زخمیان و قربانیان این رویداد می شود، به شمول کودکان، بانوان و کارمندان شهرداری ایبک. شمار از زخمیان وضعیت بسیار وخیم داشتند و مداومشان در این شهر امکان پذیر نبود. پزشکان آنان را به بیمارستان حوزوی ولایت بلخ فرستادند. متاسفانه که 11 نفر شهید داریم، کارمندی امنیت ملی که یک تنشان خانم هستند و 10 تنشان آقایان و 63 تن زخمی هستند. وضعیت زخمی ها خوب است، از جمله 2 تن که وضعیتشان وخیم بود به مزار شریف انتقال داده شدند. آنان که زنده ماندند پیشتر گواه چنین حمله بزرگ در شهرشان نبودند. خانه که می آمدم، خانه که خانه آمدم، از سرک کشیدم اگان دسمتر سمتر پیشتر بودم که بعد قرار می رویدیم. همین یک دم ایره خواهیم پیجار داده کم دنیا و زمان یک دم پیجار داده کم خوشی شوی پیش بیم ایده شدم پیستر شوی جا قدر پیستر شوی جا قدر کرد ای تو شد کم دنیا رو یک دم خواه گریفت ایرمی جا واقع سگو چقدر ایسی نفرت و بلای سود داشت رویدیم. طالبان در خبرنامه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. پس از توافقنامه دوحه، این نخستین حمله بزرگ بر یک نهاد امنیتی در مرکز یکی از ولایت‌های کشور است که طالبان انجام می‌دهند. در همین حال، شورای عالی مصالحه ملی در خبرنامه این حمله را خلاف تعهدها در راستای آغاز گفتگوهای میان افغانان و کاهش خشونت در کشور خوانده است. این شورا میگوید که تشدید جنگ و خشونت از سوی طالبان پیشرفت‌ها در روند صلح را صدمه زده و گفتگوها را زیر شعاع قرار می‌دهد.
مرحله نخست روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تکمیل شده است. بر اساس توافقنامه دوحه، مرحله نخست باید در 135 روز عملی میشد. رئیس ستاد مرکزی ارتش آمریکا گفته است که سربازان آمریکایی در افغانستان به 8000 کاهش یافته و تصمیم برای آغاز مرحله بعدی گرفته نشده است. اما روند رهایی زندانیان حکومت و طالبان که تا دو هفته بعد از توافق دوحه انجام میشد، هنوز تکمیل نشده است. حکومت میگوید تا اکنون 4199 زندانی طالبان را آزاد کرده، اما این گروه با ادامه خشونت حاضر به گفتگو نیست. امان فرهنگ جزئیات می‌دهد. همزمان با امضای توافقنامه دوحه، کابل، واشنگتن و ناتو اینجا در کابل اعلامیه مشترک دادند. بر اساس آن نظامیان آمریکایی در افغانستان تا 135 روز به 8600 تن کاهش یابد. اکنون رئیس ستاد مرکزی ارتش آمریکا میگوید نظامیان آمریکایی در افغانستان به 8000 کاهش یافته و تصمیمی برای مرحله بعدی گرفته نشده است. بر اساس توافقنامه صلح دوحه میان آمریکا و طالبان باید 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی حکومت تا دو هفته آزاد نشد. حالا که 4 ماه از توافقنامه میگذرد هنوز هم روشن نیست که زندانیا چه زمانی به گونه کامل رها خواهد شد و حکومت افغانستان و طالبان به گفتگوهای مستقیم به توافق خواهد رسید. زمان یک زمان طلاییه بین فعلا و انتخابات آمریکا تا بتونن امتیاز گیری کنن و دولت هم درک میکنه که زمان به نفعش نیست، هر قدر که پروسه بتونه یک طوری به تاخیر بندازونه که متحدین خود از دست نده. حکومت بار ملامتی را بر دوش طالبان میاندازد. سخنگوی رئیس جمهوری میگوید این گروه با افزایش خشونت نمیخواهد به گفتگوی مستقیم حاضر شود. طالبان به موادی که در موافقتنامه ایالات متحده آمریکا امضا کردن هنوز به گونه کامل رعایت نکردند. افزایش خشونت ها وارد نشدن به گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان و قطع رابطه با تمام شبکه های چورسی در افغانستان موارد است که باید طالبان او را عملی بسازه. اما برخی از منبع‌های نزدیک به طالبان ادعا دارند که دلیل تأخیر در آغاز گفتگوهای مستقیم رهانه شدن کامل زندانیان این گروه است. نو د دې صدا معلومی دی چې موضوع په بندیانو کې ده او د بندیانو مشکل خوول د حکومت څخه پیښ شوی دی. حکومت تاویل چې موږ بندیان نه خلاصو، بیا ول په قید او شرط خلاصو، بیا ول چې خپل میکانیزم ورته جوړ 1500 خلاصو، اوس د دې 1300 شاوخه خلاص ول او باقی مانده بندیان پاتې دي. سرپرست سفارت امریکا در کابل در دیدار با شماری از عضوهای هیئت گفتگو کننده صلح گفته است که روند رهایی زندانیان باید تکمیل شود و طالبان هم خشونت‌ها را کاهش دهند. وضعیت نامعلوم صلح و افزایش جنگ شهروندان کشور را نیز نگران کرده است. آنان از دو طرف می‌خواهند که بیشتر از این نگذارند مردم قربانی جنگ شوند. با واقع بینانه و بیاین در مذاکرات صلح بشینند. منافع مشترک خیلی زیاد بین دو گروه وجود داره، هم بین هم به دولت افغانستان و هم برای طالبان که میتونن روی این منافع مشترک زیادتر تاکید کنه و مذاکره بین الافغانی را آغاز بکنه و شهروندان افغانستان روز به روز خسته میشه از اینکه پروسه به تعقیب میفته و هر روز جوانای ما قربانی میته. تا کنون بیش از 4100 زندانی طالب از بند حکومت افغانستان آزاد شدند. هرچند حکومت طالبان را مانع روند صلح می‌خواند، اما دیده می‌شود که کابل هنوز هم گام‌های اساسی برای صلح را بر نداشته است. شورای عالی مصالحه که به رهبری عبدالله عبدالله روند صلح را مدیریت می‌کند، هنوز از کارها و تشکیل آن خبری نیست. در پی حمله های دیشب طالبان در ولایت های بدخشان، پروان، غور و قندوز نزدیک به 30 تن از نیروهای امنیتی جان باخته و 11 تن دیگرشان زخمی شدند. حکومت مقام های محلی را از صحبت کردن در مورد درگیری ها منع کرده است. اما منبع‌های از بدخشان میگویند که دیشب گروه طالبان، القاعده و داعش به گونه مشترک بر یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی ارغنج‌خوا حمله کردند که در نتیجه آن 7 نظامی کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. در درگیری‌های دیشب در پروان و قندوز هم شمار از نظامیان کشور جان باختند. تلاش‌های صلح هنوز نتوانسته زبانه‌های آتش جنگ را در ولایت‌های کشور خاموش سازد. دیشب دست کم در 4 ولایت طالبان بر نیروهای امنیتی حمله کردند.
در ولسوالی ارغنجخواه بدخشان جنگجویان طالب، القاعده و داعش یکجا بر یک مرکز نظامیان کشور حمله کردند که در پی آن 7 نظامی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. همزمان در ولایت قندوز طالبان در ولسوالی های امام صاحب و چهاردره بر نظامیان کشور حمله کرده که در نتیجه این درگیری ها 12 سرباز جان باخته و کم از کم 6 تنشان زخمی شدند. در کنار تلفات جانی این درگیری ها زیان های مالی نیز بر جا گذاشته است. دشمن های افغانستان حمله کرده بودند، در نتیجه 6 نفر از اردوی ملی و 6 نفر از پلیس ملی به شهادت رسیدند و 6 نفر هم از اردو و از پلیس زخمی داریم و 1 نفر هم از ملکی شهید داریم. همه شبه جنگ، هفته 3 بار 4 بار جنگ، خامخا نیروهای امنیتی هم خسته میشه، هیچ کمکی از خود ولایت، از مرکز نمیشه، اینا هم شاید نیروهای کافی نداشته باشند. طالبان در ولسوالی شینوار ولایت پروان نیز دیشب بر پازگاه های نیروهای امنیتی حمله کردند که در آن 4 سرباز ارتش جان باخت و 5 تنشان زخمی شدند. گفته می شود که 3 تن از نیروهای ارتش هم ناپدید شدند. طالبان مسلح بالای پست های امنیتی ما در ولسوالی شینواری غوربند حمله کردند، در دره نمکا، پشتوشر و درازگر، که در نتیجه 3 نفر از نیروهای اردو زخمی شده، 4 نفر شهید داریم. صبح امروز در پی انفجار ماین جاسازی شده در ولسوالی نادلی هلمند 3 فرد ملکی به شمول 2 کودک نیز زخمی شدند. همزمان با این بر بنیاد آمار وزارت دفاع ملی در پی درگیری های چند ساعت پسین در ولایت های لوگر، بلخ، غزنی، پروان، زابل و پکتیا 31 جنگجوی طالبان کشته و 9 تنشان زخمی شدند. احضارات لازم میره که باید اینا اگر در حالت دفاعی هم قرار دارن چگونه باید خطوط مدافعوی خود تنظیم بکنن، چگونه تعبیه قوا داشته باشن. در خصوص این مسئله یک مقدار در قدم های تاکتیکی کوتاهی وجود داره که با نظر داشت وضعیت باید و پلان مدافعوی خود به شکل درست تنظیم کنن. ادامه جنگ و افزایش خشونت ها نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر را نیز برانگیخته است. تأثیرات منفی را بر مذاکرات میان افغانی هم میگذاره و فضایی که قرار شوه رویش گفتگو صورت بگیره و یا در فضایی که قرار شوه گفتگو صورت بگیره طبیعی است که خشونت ها در افغانستان باید کاهش پیدا بکنه. از زمان امضای توافقنامه دوحه میان گروه طالبان و امریکا خوشبینی ها این بود که سطح خشونت ها و جنگ به گونه چشمگیری کاهش خواهد یافت، اما به نظر می رسد که این توافقنامه بر میزان نبردها میان طالبان و نظامیان کشور تأثیر چندانی نداشته است. وزارت صحت از شهروندان کشور می خواهد اشتباه عید فطر را در عید قربان تکرار نکنند. این وزارت هشدار می دهد که اگر شهروندان کشور همانند عید فطر با محدودیت های وضع شده و توسعه های بهداشتی توجه نکنند، پیامد آن ناگوار خواهد بود. وزارت صحت می گوید که با وجود بیشتر بودن شمار بانوان و کودکان در میان مراجعه کنندگان به بیمارستان های کووید 19، بیشتر مبتلایان و جان باختگان مردان هستند. در مورد بازگشایی مکتب ها و دانشگاه ها پس از عید قربان تصمیم گرفته خواهد شد. شکیب مولوی زاده جزئیات می‌دهد. نگرانی وزارت صحت از موج دوم کووید 19 در کشور. این وزارت هشدار می‌دهد که شهروندان نباید اشتباه عید گذشته را در عید قربان تکرار کنند. بعد عید فطر ما می‌بینیم که واقعیت ما بسیار زیاد میشه که در یک روز ما به 1000 واقع مثبت رسیده بودیم و این باعث ازی شد که شفاخانه پر شد و خواست ما، خواست وزارت صحت ما از تمام هموطنان این است که عید قربان ما در راه داریم، باید در عید قربان این اشتباه را دوباره تکرار نکنیم. سخنگوی این وزارت میگوید آنان برای جدیت بیشتر در عملی شدن قرنطین 15 تیم نظارتی گماشتند و موضوع جدیت قرنطین را فردا در نشست کابینه هم مطرح خواهند کرد. 15 تیمونه داخل د کابل کې جوړ شول چې د نظارت د پاره چې دی لارسي عملا مختلف ځایونه وویني نظارت وکي. سبا ته د کابینه غونډه ده، هغه کې بمدا یادېږي چې باید د قرنطین محدودیتونه بیرته سخت شي.
بر بنیاد آمار این وزارت، از میان 1010 فوتی ناشی از کرونا در افغانستان، تنها 46% آنان بیماری زمیمه‌ای داشتند و 56% جانباختگان هیچ بیماری زمیمه‌ای نداشتند. این وزارت همچنان آمار بانوان و کودکانی را که به بیمارستان‌های کووید 19 مراجعه کردند بیشتر از مردان می‌داند، در حالی که بیشترین افراد مبتلا و 78% جانباختگان مردان هستند. کرونا پیامدهای دیگری هم به شهروندان کشور داشته است. به گونه ای که هراس از کرونا سبب شده، کودکان از واکسین های حیاتی مانند پولیو محروم شوند. بر بنیاد آمار، 26 مورد تازه پولیو تنها در کمتر از 4 ماه پسین ثبت شده است. اما پرسش این است که با وجود برجا ماندن تهدید کرونا در کشور، چرا آمار مراجعه کنندگان و مبتلایان کم است؟ به دلیل آگاهی دهی و به دلیل اینکه مردم بسیار مواجه شدن با مریضای کرونا، بر بنیاد علایم مریضای کرونا تشخیص میگذارن و وقتی که علایم کرونا در عضویتشان ظاهر میشه، نیازی نمیبینن که مراجعه کنن به مراکز تستگیری، یک تعدادی البته، در حالی که نوزام ما مراکز تستگیری فعال است. قسمی که در دیگر ممالکی را درک کردن و قرنطینه برای خود بهتر دانستن، یک سببش همی شده میتونه. با این همه، کووید 19 هنوز هم از شهروندان کشور قربانی میگیرد، به گونه ای که در 24 ساعت پسین 28 بیمار جان باخته و با ثبت 154 مورد جدید، آمار کل مبتلایان هم به 34605 رسید. مجلس نمایندگان از تأخیر در معرفی کابینه جدید انتقاد می کنند. شماره از عضوهای مجلس از حکومت می خواهند با معرفی کابینه تازه باید هر چی زودتر به ادامه کار اداره های دولتی از سوی سرپرستان پایان داده شود. از سوی هم نمایندگان مردم در مجلس بر بررسی جدی ادعای حیف و میل شدن ده ها میلیون افغانی در روند توزیع نان خشک و مبارزه با کرونا تاکید دارند. مجلس همچنان فرمان های تقنینی ریاست جمهوری در مورد ایجاد اداره ملی امتحانات و اداره تنظیم نفت و گاز را غیر قانونی خوانده و آن را با اکثریت آرا رد کرد. تأخیر در معرفی عضوهای کابینه جدید و ادامه روند رهبری اداره های دولتی از سوی سرپرستان، کاسه صبر عضوهای مجلس نمایندگان را هم لبریز کرده است. پس از نزدیک به 2 ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله، هنوز کابینه حکومت تشکیل نشده و بیشتر اداره های دولتی از سوی سرپرستان اداره می شوند. روندی که خشم مجلس را هم برانگیخته است. بر ارتباط معرفی کابینه و همچنان وزرایی که تا زمانی که از ولسی جگرهای نگیرد به صفت سرپرست معرفی نشود، باز هم یک بار دیگر ما بالای حکومت صدا میکنیم که چنین معرفی ها جلوگیری صورت بگیرد. متاسفانه اینا بر سر معامله های سیاسی که کی را باید والی شود و کی باید وزیر شود. وزیرای ناکارایی که از زمان آقای احمد کرزی بوده باز مجددا میخواه معرفی شود. در همین حال شمار از عضوهای مجلس بر بررسی جدی ادعاهای فساد گسترده مالی در روند مبارزه با کرونا و حیف و میل شدن میلیون ها افغانی در توزیع نان خشک تاکید می کنند. میلیون ها افغانی و دلار در ارتباط با توزیع نان خشک این مردم فقیر که در پروسه کرونا دنیا کمک شده بود، حیف و میل شده و باعث شرمساری افغانستان است. اولین جایی که مردم توقع داره که از این بازخواست بکنه خانه ملت است. از سوی هم پس از گذشت نزدیک به 1 سال از فرمانهای تقنینی ریاست جمهوری در مورد ایجاد اداره ملی امتحانات و اداره تنظیم نفت و گاز، مجلس نمایندگان این فرمانها را خلاف قانون اساسی خواند و با اکثریت آرا رد کرد. 49 معرق 22/5/1395 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ایجاد اداره ملی امتحانات که از طرف جلسه مشترک رد گردیده و کدام نظر مخالف در مورد وجود ندارد. بر بنیاد این دو فرمان، ریاست نفت و گاز وزارت تجارت و ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی به 2 اداره مستقل تبدیل شده بود. اما با رد شدن این فرمان ها از سوی مجلس، اداره ملی امتحانات زیر چتر وزارت تحصیلات عالی و اداره تنظیم نفت و گاز در قالب وزارت صنعت و تجارت باقی ماندند.
پشتیبانی روسیه از طالبان سبب شده است تا آنان علایقشان را برای آغاز گفتگوهای میان افغانان کمتر سازند. شمار از فعالان جامعه مدنی و خانواده‌های قربانیان در گردهمایی اعتراضی میگویند در وضعیتی که قرار است روند گفتگوهای میان افغانان آغاز شود، روسیه با پشتیبانی مالی و تجهیزاتی از طالبان ناامنی‌ها را افزایش داده و در تلاش است روند گفتگوهای صلح را به تأخیر اندازد. آنان از حکومت می‌خواهند که با تشکیل اجماع ملی گفتگوهای میان افغانان را آغاز کند و همچنان از راه سیاسی مانع مداخله روسیه در امور افغانستان شود. پیش از این پنتاگون هم از کمک مالی روسیه و برخی کشورهای دیگر به گروه طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه‌های هراس افغان در افغانستان سخن گفته بود. دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی از دسترسی نداشتن خبرنگاران به اطلاعات در نهادهای دولتی ابراز نگرانی می‌کنند. این نهاد می‌گوید ناکامی نهادهای دولتی و پنهانکاری‌های آنان از کارکرد ضعیفشان باعث می‌شود تا از دادن اطلاعات دقیق خودداری کنند. شمار از خبرنگاران نیز از وضعیت دسترسی به اطلاعات در کشور ناراضند و حکومت را به گریز از پاسخگویی به موقع متهم می‌کنند. آنان از کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌خواهند که در کار نظارت از تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات جدی عمل کنند. دسترسی نداشتن خبرنگاران به اطلاعات چالش است که از دیر زمان کار اطلاع رسانی را به مشکل روبرو کرده است. دیدبان رسانه های آزاد افغانستان یا نی وضعیت دسترسی به اطلاعات را نگران کننده می خواند. وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان بحرانی است. هر روز از روز پیشش وضعیت بدتر می شه. یافته های یک نظرسنجی این نهاد از خبرنگاران در 5 زون کشور نشان می دهد که نهادهای امنیتی، ریاست جمهوری، شهرداری ها و وزارت های صحت، تجارت و مالیه هر کدام به ترتیب در ارائه اطلاعات به خبرنگاران ضعیف عمل کردند. نه این نهادها را به ناکامی در عمل کردشان و برخورد سلیقه‌ای با خبرنگاران متهم می کند. تعداد زیاد خبرنگاران با این باور هستند که اصلا ناکامی حکومت در قدم‌های امنیتی، در قدم‌های بهداشتی صحی، در قدم‌های مالی و اقتصادی باعث شده که اطلاعات نباشه و این خاطر خبرنگارا را چیزی نمیتن چون هیچ چیزی وجود نداره. شماره از خبرنگاران نیز این وضعیت را نگران کننده می‌خوانند و میگویند حکومت در کار پاسخ‌دهی و دادن اطلاعات به موقع کوتاهی می‌کند. این خبرنگاران کمیسیون دسترسی به اطلاعات را نیز در این روند مقصر می‌دانند. این وضعیت قطعا نگران کننده است. باید حکومت افغانستان نهادهایی که نظارت میکنن از کار کرد یا هم از امی اطلاعات یا دادن اطلاعات به خبرنگارا باید در این مورد توجه جدی داشته باشند تا این معضل از میان برداشته شود. متاسفانه کمیسیون دسترسی به اطلاعات بارها شکایت شده، به آدرسشان نامه فرستاده شده. اینا کوچکترین کار در قسمت تنبیه یا همو تعدیب نهادهایی که همکاری نمیکنن نکرد. در حالی که بیش از 5 سال از تصویب و نشر قانون حق دسترسی به اطلاعات و 2 سال از ایجاد کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان می‌گذرد، دیده می‌شود که هنوز هم بسیاری نهادهای دولتی در روند ارائه اطلاعات به خبرنگاران مشکل تراشی و گاهی هم فرار می‌کنند. واردات میوه تازه و خشک بازار فرارده‌های داخلی کشور را کمرنگ ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش. در فصل خزان و زمستان بازارهای کابل و ولایت‌ها پر از میوه های تازه خارجی است. میوه هایی که از قاره های امریکا و افریقا وارد می شود. اما در سالهای اخیر این میوه ها در فصل بهار و تابستان نیز وارد می شود. میوه هایی که افغانستان به پیمانه زیاد در داخل تولید می کند. به گونه مثال بازارهای کشور گواه واردات مالتا از برزیل، ناک از چین و سیب از ایران است. فصل خود ما خب به یک موسم یک بار به یک بار وارد بازار میشه. دو موسم هم بازار خراب میشه. اینجا که به عرضه و تقاضا است. عرضه زیاد میشه و تقاضا کم است. در ضمنی که خود ما میوه داریم بازم واردات داریم از کشورهای همسایه. مشکل میوه های خشک نیاز به سردخانه نیز ندارد جدی است. بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری همکنون، بادام از امریکا، چارمغز از چین، پسته از ایران، کشمش و نخود از آسیای میانه مرتب وارد کشور می شود. میوه خشک مصر و الجزایر نیز در بازارهای افغانستان زیاد است.
تعرفه گمرکی میوه هایی که در داخل تولید می شود بالاتر از 20% است. وزارت مالیه می گوید که این تعرفه ها از سوی کمیته مشترک که بخش خصوصی نیز عضویت آن را دارد سنجش و عملی می شود. سر میوه‌جات خشک ما تعرفه های مختلف روی میوه مختلف داریم، بین 20% تا 40% تعرفه است. مثلا سر بادام و چهارمغز و اینا 20% و 25%، سر کشمش 40% است. ولی وزارت مالیه به تنهایی خود نمیتونه که تعرفه ها را بلند و پایین کنه. ای از وظایف عمده امی تعرفه کمیته تعرفه است که به سطح حکومت است، نماینده سکتور خصوصی وزارت ها مربوط است. اما پرسش این است چگونه این میوه ها که از صدها کیلومتر دورتر وارد کشور می شود و تعرفه های گمرکی آن بلند است توان رقابت با فرآورده های داخلی را دارد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری تاکید دارد که بخش زیاد این میوه ها یا قاچاقی وارد می شود و یا هم در گمرک ها به نام کالاهای انتقال می یابد که تعرفه گمرکی آن پایین است. تا ما فساد از بین نبریم، قاچاق بند نکنیم، تعرفه را که هرچی بلند ببریم به نفع نه کشور است و نه به نفع دهقان ما است و نه به نفع تاجر ما هستند، فقط در جیب شخصی میفتند و فساد صورت میگیرد. همزمان با این وزارت زراعت آبیاری و مالداری بادام، چارمغز و پسته را قلم های مهم صادراتی کشور میداند و میگوید میزان تولید این میوه ها افزایش یافته است. در سال جاری و سال گذشته خوشبختانه میوه های تازه و میوه های خشک کشور بیشتر شد. میوه و سبزی قلم های مهم تولید کشور را تشکیل میدهد و هم از ساله بسیاری کشاورزان به دلیل نبود بازار برای فرآورده هایشان زیان میبینند. در حالی که بازار میوه های کشور را میوه های خارجی پر می کند. در خارج از کشور، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 13 میلیون نفر رسید. دانشگاه جان آپکنز آمار جان باختگان در جهان را 570,000 و بهبود یافتگان را هم 7,100,000 تن اعلام کرده است. با این حال در شبانه روز گذشته 56,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در امریکا ثبت شده است. والها مهمترین های ورزش با ادریس فاروقی. در شب گلزنی عمران ایدری برای لخیا گدانسک این تیم برابر لخ بونزنان شکست خورد. دو تیم در ادامه بازی های لیگ برتر فوتبال پولند و هفته 35 بازی ها برابر هم به میدان رفتند که یاران حیدری با حساب 3-2 بازی را به حریفشان واگذار کردند. در این دیدار عمران ایدری مهاجم 21 ساله ملی پوش کشور نخستین گلش را برای گودانکس به ثمر رساند. این پنجمین بازی حیدری برای گودانکس بود. او پیش از این برای تیم اولمپیا گرتزیاتس دیگر تیم پولندی توپ می زد. هفته 36 رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا شب گذشته با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد. در یکی از این دیدارها ایبار با 2 گل اسپانیول را شکست داد. در سایر بازی‌ها اتلتیکو بلباو 2-1 از سد لوانت گذشت. لگانس با 1 گل والنسیا را از پیش رو برداشت و سویا با 2 گل برابر مایورکا به برتری دست یافت. در مهمترین دیداری که در ادامه بازی های این لیگ امشب برگزار خواهد شد، رئال مادرید بیرون از خانه گرانادا را در پیش دارد. در جدول رده‌بندی این لیگ رئال مادرید با 80 امتیاز در صدر قرار دارد. در ادامه بازی های هفته 32 رقابت های لیگ برتر فوتبال ایتالیا میلان برابر ناپولی متوقف شد. دو تیم شب گذشته در ورزشگاه شهر ناپولی به مسافه هم رفتند که در پایان این بازی با برابری 2-2 به پایان رسید. در جدول رده‌بندی این رقابت ها یوونتوس با 76 امتیاز در صدر قرار دارد. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما گردید. وقت بر همه شما خوش. الله حافظ.